رحمان الرحیم در هفته دفاع مقدس هستیم و امروز بعد از چهل سال احترام میگذاریم به همه ایسارگران و رزمندگان و مردم عزیز ایران که در برابر یک توطعه جهانی به خوبی مقاومت و ایستادگی کردن البته در دوران هشت سال دفاع مقدس روزهای تلخ و روزهای شیرینی رو داشتیم بعضی از روزها بسیار غرور آفرین بود برای مردم ما و جایگاه ملت ما رو و ایستادگی ملت ما رو به جهانیان به خوبی نشان میداد و تبیین میکرد روزهایی هم بود که روزهای سختی برای ما بود اون روزی که بعد از 24 ساعت یا کمتر از 24 ساعت از حمله ارتش بس به مرزهای غربی و جنوبی ما صبح اول مهرماه سال ۵ نیروی هوایی ما قدرتنمایی بزرگی در منطقه کرد و روز اول مهرماه سال ۵ به نام نیروی هوایی در اذهان مردم و در تاریخ دفاع مقدس ثبت شد اصر سی و شهریور هواپیماهای عراقی به شهرهای ما حمله کردند و نیروی زمینیش وارد مرزهای سرزمین ما شد و پنج صبح فردا اول مهر ما صد و چهل فروند هواپیمای ما وارد خاک عراق شد و بسیاری از مواضع استراتژیک و مهم ارتش بحث عراق اون زمان رو ضربه بسیار قاطعی رو به اونها وارد کرد خب صبح روز اول مهرما ما وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدیم مقام معظم رهبری که اون زمان در مجلس بودند و نماینده امام هم در شورای عالی دفاع بودند پشت تریبون قرار گرفت همون آغاز جلسه و این خبر بسیار خوش حمله 140 فروند هواپیما رو اعلام کرد خب ممکن شما بگید این یک عملیاتی بوده خب نیروی هوایی ما انجام داده نه تو اون مقطع شرایط اون روز غروب سی و یک شهریور رو در ایران در نظر بگیرید و صبح فرداش وقتی نیروی هوایی ما این قدرت نمایی کرد برای مردم ما بسیار اهمیت داشت البته شبش اون چیزی که آرامش بخش بود برای مردم سخنان کوتاه امام بود که امام کاملا روشن کرد برای مردم فرمود یک کسی آمده سنگی رو پرتاب کرده و ملت ما جواب اونها رو خواهد داد خب اون استحکام و اون بیان قاطع از فرماندهی کل قوا و امام راحلمون، و قدرت نمایی نیروی هوایی به مردم ما نشون داد و به دنیا هم نشون داد که تصورات اونها تصورات واهی بوده البته در سالهای بعد ما روزهای مهمی در تاریخ دفاع مقدس ما ثبت شد در سال بعد باز هم در مهر یک عملیات بسیار مهمی در سال 6 انجام گرفت و حسر آبادان شکسته شد و این عملیات که عملیات سامن الهجل یا سامن ام بود بسیار مهم بود یعنی دشمن فکر می کرد آبادان سقوط میکنه و امام فرموده بود که حسر آبادان باید شکسته شود و ارتش و سپاه اون پیروزی بزرگ رو آفریدند در منطقه جنوب البته بعدش باز هم عملیات بستان رو داشتیم و تا فروردین 61 که عملیات بسیار مهم فتح المبین انجام شد و در خرداد هم بهترین روز دفاع مقدس ما بود وقتی خرمشهر آزاد شد و سراسر کشور ما جشن و سرور شد یعنی روز سوم خرداد سال 61 وقتی ساعت دو صدا و سیمای ما اعلام کرد که خرمشهر آزاد شد یک پارچه سراسر ایران همه مردم به خیابون ها ریختن و شادمانی کردند و شیرینی پخش کردند. اون بهترین روز ما بود در دفاع مقدس البته روزهای تلخی هم ما داشتیم اون وقتی که مردم عزیز و بیدفاع ما در دسفول هر روز توسط موشک های و هواپیما هاشون بمباران می شود. شهرهای دیگر ما اون روزی که دشمن از سلاح شیمیایی بر علیه مردم ما در سردش استفاده کرد در حلبچه استفاده کرد اون روزی که دشمنان ما از انواع سلاحهای مخرب علیه رزمندگان ما استفاده کردند و کمکهایی که دیگران به آنها انجام دادند اون روزی که هواپیمای مسافربری ما توسط جنگنده عراقی سرنگون شد و در اون هواپیما خون همه عزیزان با هم مخلوط شد از نمایندگان مجلس از مسئولین اجرایی از مسئولین قوه قضاییه از مسئولین نظامی همه در کنار هم در اون هواپیما به شهادت رسیدند در اسفند سال 64 هم روزهای خیلی تلخ داشتیم و هم روزهای بسیار شیرین رو ما داشتیم اما در طول هشت سال دفاع مقدس ایمان رزمندگان ما، انگیزه رزمندگان ما، ایستادگی اونها و حضور مردم در صحنه. من اینجا میخوام یک نکته ای بگم که این نکته اساسی است هم برای دیروز و هم برای امروز ما چرا دشمن حمله کرد به ما در سی و یک شهری بر به چه دلیل؟ به دلیل توهمات و به دلیل محاسبات غلط عراق یک محاسبه ای کرده بود گفته بود خب تو این شرایط نیروی هوایی که ایران نداره اصلا و اینکه نیروی هواییش وقتی آمریکا قطع رابطه کرده و تحریم کرده ایران رو نیروی هوایی که باید به طور مداوم قطعه به اونها برسه قطعه متوقف شده خب نیروی هوایی اینا ندارند وضع ارتش که خب اون شرایطی که اون زمان بود یادتون هست یک آمادگی برای جنگ نداره سپاه هم که اون زمان به صورت یک نیروی انتظامی بود یک نیروی جمع کوچک برای دفاع از انقلاب بود خب اون محاسبات که اونا کرده بودن گفته بودن آمریکا که با ایران قطع رابطه کرده و دشمنی شروع شده بیش از گذشته شرق هم که خب معلوم طرفدار اون زمان طرفدار عراق بود و حزب بحث بود کشورهای منطقه هم که چون از کنفرانس طائف این جنگ رو تصمیم گرفتن کشورهای منطقه هم که قول حمایت به ما دادن و پولش تأمین میکنن پول جنگ ما رو یه سری حوادثی هم عراق از روز اول پیروزی انقلاب ما حزب بس درست کرده بود در کردستان در خوزستان هم حوادثی که یادتون هست به وجود آورده بود زمینه هاش درست در داخل کشورم متاسفانه اون زمان یک انشقاق هایی بود یک اختلافاتی بود در سال 59 خب گفتن داخل که اینجوریه نیروهای مسلح اینا که اینجوریه اینا که حامی خارجی ندارن همه که حامی ما هستن پس با یک حمله برقاسا چه میکنیم انقلاب رو سرنگون میکنیم هدف صدام این رو گفت در همون مصاحبه اولش هدف صدام در قدم اول سرنگونی انقلاب بود سرنگونی نظام بود گفت حالا اگر بر به این هدف نرسیدم بخشی از خاک ایران رو من تصرف میکنم یعنی تمامیت ارضی ایران رو زیر سوال قرار میدم اگرم بر این نشه سومی دیگه قطعی است و اون اینکه یک معاهده ای که بین ایران و عراق هست اون رو من جلوی تلویزیون پاره می کنم و این معاهده دیگر بر نمی گردد و بنابراین من حاکمیتم رو بر اروند رود به اصطلاح خودش تثبیت می کنم یه همچون تصوراتی داشتن دیگه یه همچون محاسباتی کردن و آمدن و رسوا شدن و آمدن و سرنگون شدن و آمدن و همه اونهایی که از اینها حمایت کرده بودن یه روزی آمدن و اظهار پشیمانی کردند. تمام کشورهای منطقه ای که به صدام کمک کرده بودن بعد آمدن اظهار پشیمانی کردند. زمانی که صدام حمله کرد به کویت همهشون آمدن اظهار پشیمانی کردن تک تک گفتند ما چقدر پول به صدام دادیم در عراق در جنگ چه کمک هایی به ارتش صدام کردیم خب این محاسبات غلط باعث شد که برای ما دردسر و مشکلات به وجود آورد خودش رو هم نابود کرد کشور خودش رو هم با مشکلات فراون مواجه کرد این محاسبات غلط بود امروز دقیقا این حادثه تکرار شده دو سال و نیم پیش که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما شروع کرد اون هم بر مبنای توهم و محاسبات غلطش بود اون هم محاسباتش این بود و این آمدن اظهار کردن نه اینکه ما تحلیل بکنیم هدفشان هم این بود که تمام راه های اقتصادی به روی ایران ببندن من این نکته رو گفتم و تصریح می‌کنم و ملت بزرگ ما دقت کنند ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59 اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد امروز بحث تحریم نیست ما در یک جنگ اقتصادی هستیم در یک جنگ اقتصادی که آمریکا با همه امکاناتش با تمام امکاناتی که داره با دلارش با روابط بانکیش با روابط اقتصادیش با شرکت های چند ملیتیش از لحاظ اقتصادی وارد جنگ با ایران شده آمریکایی‌ها تصمیمشون این بود همونطور که صدام مصاحبه‌ای که در بغداد کرد گفت هفته آینده ادامه ای به خبرنگارا گفت صدام گفت ادامه این مصاحبه هفته آینده در اهواز من انجام میدم یا همچون تصوراتی تو ذهنشون بود آمریکایی هم همینجور وقتی این جنگ رو علیه ما تحمیل کردن در سال 97 گفتن چند ماه دیگه موارد تهران میشیم اصلا اینا که چل سالگی پیروزی انقلاب رو نخواهند دید ما وارد تهران میشیم اونا فکر میکردن فرش قرمز برای اونها پهن شده در فرودگاه مهرآباد یا در فرودگاه امام یا همچون تخیلاتی داشتن به رهبران اروپا گفته بودن سه ماه فقط به ما مهلت بدید ترامپ به رهبران اروپا گفته بود دو تا از رهبران اروپا به خود من گفتند گفتن به ما گفته سه ماه شما فقط صبر کنید با این فشار اقتصادی که ما آوردیم شما هم کمک نکنید به ایران تمام سه ماه دیگه نظام جمهوری اسلامی ایران نیست یه <تصفح> همچون تصور غلطی اینم توهم بود اینم محاسبه غلط بود هدف صدام سرنگونی نظام بود ضربه بر کشور بود و حداقل پاره کردن یک عهدنامه اینام هم همینا بودن اینا هم خواستن اول نظام رو سرنگون کنن اگر نشه یک بلوای بزرگ در داخل درست کنن و حداقل یک توافق رو از بین ببرن خودشون پاره کردن و گفتن خود به خود این توافق از بین به هیچ کدام از اهدافشون نرسیدن در تمام این محاسبات اشتباه کردن همون توافقی که اونها دو سال و نیم پیش گفتن ما از بین بردیم همون توافق همون قطنامه 2231 در برابر اینها ایستاد و در شورای امنیت اینها رو مفتزه کرد و شما دیدید که 13 کشور این در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است که آمریکا چند نوبت مراجعه کنه به شورای امنیت سازمان ملل که اینا دیگه مال خودشون میدونستن حیات خلوت خودشون بود شورای امنیت فکر میکردن هر کاری میتونن انجام بدن و اینا بیان طرحی رو مطرح کنن ماها مقدم چینی کنن وزیر خارجه اونها در منطقه و جهان گدایی رو آغاز بکنه برای اینکه افکار رو آماده بکنه برن تو شورای امنیت برای اینکه یه قطنامه بیارن علیه ما که در اون قطنامه بخشی از 2231 رو نقض کنن و بگن تحریم تسلیحاتی ایران در پایان مهرماه امسال برداشته نمی شود خب هیچ که بهشون جواب نداد این آمریکا با این همه تولب با این همه بالا پایین یه دومینیکن فقط بهش رأی داد باش موافقت کرد سیزده عضو باش مخالفت کردند، کشورهای اروپایی که از لحاظ سنتی با آمریکا در رابطه اند در برابر آمریکا ایستادن روسیه و چین در برابر آمریکا ایستادن کشورهای دیگری که عضو شورا بودند، روبروی آمریکا ایستادن اندونزی با شهامت رو روی آمریکا ایستاد در مرحله بعدی نیجر با شهامت در برابر آمریکا ایستاد کی تصور میکرد آمریکا او با حتی آمریکا فرو ریخت اون حیمنه ای که اونها فکر میکردن در دنیا دارن آمریکا یک نگاه غذابالود میکرد 20 کشور عقب نشینی میکردن اندونزی در برابر آمریکا وایسته نیجر در برابر آمریکا وایسته تونس در برابر آمریکا اصلا تصور نمی کردن که سیزده کشور روبروی آمریکا وایستن این پیروزی و موفقیتی که ملت بزرگ ایران با ایستادگیش در چهل سال قبل در هشت سال دفاع مقدس از لحاظ نظامی از لحاظ دفاعی اون موفقیت بزرگ تاریخی رو به دست آورد امروزم بعد از چهل سال این موفقیت بزرگ سیاسی و حقوقی و دیپلماسی رو در سازمان ملل به دست آورد چی بود علتش علت پیروزی اون روز ما چی بود علت پیروزی امروز ما چی هست فقط باور مردم و ایستادگی مردم در چهل سال پیش مردم دیدن و باور کردند که به ما تجاوز شده به ما ظلم کردن ما مظلومیم یک ارتش خائنی به دستور اربابانش بدون هیچ دلیلی به کشور ما حمله کرده به تمامیت ارضی ما حمله کرده به منافع ملی ما حمله کرده مردم جنگ رو باور کردن دیدند با چشمشون با گوششون ملموس شد براشون که جنگ هست دوم احساس کردند بار جنگ بر دوش همه است نه بر دوش نیروهای مسلح مردم از روز اول به خوبی تشخیص دادند که این جنگ جنگ علیه منافع ملی است تمامیت ارضی است شرف ملی است افتخار ملی است چون مردم این رو لمس کردند بار جنگ رو بر دوش خودشون حس کردند نگفتن ارتش تو برو به جنگ نگفتن سپاه تو برو به جنگ ما اینجا نشستیم انا ها اونا قاعدون نگاه میکنیم اگر اشکالی ایرادی بود بعد میایم در رادیو در تلویزیون در روزنامه میگیم آقای سپاه آقای ارتش اینجا آقا اشکال شما داشتید اینجوری اگه میکردید بهتر بود اینجوری اگه میکرد نه مردم حس کردن بر علیه خودشون این جنگ تحمیلی آغاز شده ولی زا همه به میدون آمدن یک نفر نبود که تو میدان جنگ نباشه من یه بار گفتم من تو یک عملیاتی در جنوب خیلی خوشحال شدم یعنی برای من خیلی جالب بود اون وقت مقام و معظم رهبری رئیس جمهور بود دو تا از پسرای آقا رو من در جبهه دیدم اون وقت آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و فرمانده جنگ بود دو تا از رو من تو جنگ دیدم تو همون عملیات اده ای از مقامات غذایی بچه هاشونه من تو جنگ دیدم خب گفتم این جنگ امکان نداره شکست بخوره جنگی که فرزندان رؤسای قوا جنگی که همه مردم تو هر سمتی هستند، از روسایی و شهری سنی و شیعه مسلمان و ارمنی همه هستن همه آمدن این جنگ شکست نمیخوره اگر ارتش بخواد به جنگ بله ممکنه پیروز شه ممکنه شکست بخوره. سپاه بخواد به جنگ ممکنه پیروز شه ممکنه ش... اما اگر ملت ایران ایستاد حتما پیروزه اینجا جای تردید نیست یک ملت شکست نمیخوره در برابر یک قدرت ولو اینکه همه قدرت های بیرونی هم پشتیبان اونها باشن خواه همه چی میدادن به اونها هر روز هواپیما میدادن هر روز هلیکوپتر میدادن هر روز توپ میدادن هر روز تانک میدادن نفربر میدادن موشک میدادن شیمیایی میدادن هر روز و مظلومیت ما این بود ما یه توپ پدافند ضد هوایی توپ برای پدافند برای دفاع از شهر روستا این توپ ساخت مشترک دو کشور اروپایی بود این توپ تعمیر می‌خواست. ما چند تا از این توپا توپ بود ما اینا رو فرستادیم به اون کشور که تعمیر کنم. طبق قرارداد متحد بودن که تعمیر کنن فرستادیم بعد از این مدتی گفتیم آقا چی شد گفتن ما که نمیتونیم تعمیر کنیم شما در حال جنگید بله قرارداد داریم ولی اینجا الان شرایط جنگ شما در جنگید ما نمیتونیم گفتیم خیلی خوب اگر نمیتونید به ما پس بدید گفتن نه نمیتونیم به شما پس بدیم نه دیگه شما این وسیله وسیله نظامی است گفتیم این توپ پدافند هوایی است این که برای دفاع پدافند شهر گفتن نه نمیتونیم یعنی شما ببینید این اروپا این غرب در برابر ملت ما چه کرد البته ما میدونیم چه هواپیمایی دادن به اونها که کشتی ما رو بزنن شهرهای ما رو بزنن از این ورم میدونستیم هیچی به ما ندادند اما این که قرارداد خودشون توپ پدافند ما بره اونجا حالا تعمیرم نکنن به ما پس بدن گفتن نمیشه به شما پس بدیم خب ما رو پای خودمون ایستادیم یک ملت رو پای خودش ایستاد و خداوند اون پیروزی ها رو نصیب ما کرد اون رهبری امام اون ایستادگی ملت اون فداکاری همه در صحنه و خداوند اون پیروزی برای ما نازل کرد با همه سختی هایی که مردم در هشت سال دفاع مقدس تحمل کردن آخرین پیروزی بزرگ ما هم مرساد بود اولین پیروزی ما اول مهرماه پنجاونو با حمله 140 فروند هواپی ما اولین پیروزی ماست آخرین پیروزی جنگ ما هم در مرساده که اونها رو در هم شکستیم عراقی ها رو مزدوران رو آدم های کسیفی که به ظاهر به نام ایرانی بودند و از پشت به ملت ایران خنجر زدند کاری که در مرساد شد باز ارتش و سپاه نیروی هوایی هوانی روز همه همه به صحنه آمدند بسیج خب اون پیروزی و موفقیت بزرگ رو به دست آوردیم پس مردم باور کردند که جنگ مردم باور کردند این جنگ بارش بر دوش همه است خدا پیروزی رو نازل کرد امروز اگر کسی باور نکنه که ما در جنگ هستیم شوخی بدونه ما در جنگیم ما در جنگ اقتصادی هستیم دو سال و نیم شبانه روز داریم می جنگیم مردم ما بدونن مسئولین اقتصادی کشور و بسیاری از بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی فداکاری کردن در این دو سال و نیم و امروز دارن فداکاری میکنن یک کسی ممکنه با یکی کمه که بله جنگ داره این یم سسکم قرهون فقط مسل قوم مثلو بله جنگ جنگ پیغمبرم ممکنه مجروح بشه پیغمبر اسلام هم در جنگ احد مجروح شد دندان مبارکش شکسته شد جنگ ممکنه امیر هم مجروح بشه سر مبارکش و فرق مبارکش در جنگ خندق شکافته بشه جنگ ادهی کشته بشن همزه سید و شهده شهید بشه جنگ که شوخی نداره یک کسی بگه آقا این جنگ جنگ حق علیه باطله پس ما صدمه نباید ببینیم شکست نباید بخوریم نه هم پیروزی هم شکسته فمرتا لنا و مرتا امیر امیرالمومنین فرمود یه روز در جنگ ما پیروز میشیم یه وقتی هم دشمن پیروز می‌شد جنگ میدانی جنگ ما امروز اول باید باور کنیم که در جنگ هستیم دوم این که باید باور کنیم بار این جنگ بر دوش تنها دولت نیست ادی کنار ننشینن بگن انا ها قاعدون ما اینجا نشستیم شما اونجا اونوری میرفتید بهتر بود اینجوری میزدید بهتر بود اینجا اگه میستدید بهتر بود نه این جنگ تنها بر دوش دولت نیست همه بر دوش همه است ما در یک جنگ بزرگ وارد شدیم و پیروز هم میشیم اگر ملت ما باور کنه در جنگیم که ملت ما باور کرده اگر تمام مسئولین بیان تو جنگ مثل جنگ تحمیلی همه بیان همه کمر ببندن همه در کنار هم باشیم ما پیروز میشیم ما موفق میشیم امروز به همدلله این شرایط رو ما داریم کم کم میبینیم امروز قوای سگانه، امروز نیروهای مسلح، امروز همه ارکان کشور یک صدا هستند. همونجور که در برابر کرونا ما تونستیم وایستیم با این همه فشاری که خب کرونا بود و الان هم داره رو ما. خب رهبر معظم انقلاب ایستاد همه مردم آمدن همه در کنار هم قرار گرفتیم همه کمک کردیم به هم انشالله در نهایت هم موفق میشیم و پیروز میشیم و موفقیت ما در کرونا قابل مقایسه است با کشورهای پیشرفته دنیا و خب ادهی خارج نشین ها خیلی ناراحتن از اینکه ما هم با کرونا مبارزه میکنیم هم فعالیت اقتصادی میکنیم هم فعالیت فرهنگی میکنیم هم مناسک دینی رو انجام بدیم خیلی عصبیان خیلی ناراحتن دلشون میخواسته کشور تعطیل بشه دلشون میخواسته در فضای کرونا همه چی خاموش بشه به هم بریزه از عصبانیت اونها پیداست که اونها در چه فکرهایی بودن امروز به همدلله علا رقم همه فشارها و همه مشکلاتی که ما داریم میبینیم که کشاورزان ما بانشادتر از هر سال دیگر برای کشت، دارن خودشون رو آماده میکنن دولت هم البته در کنار اونهاست دولت اون جایی که باید سم رو در اختیار بذاره دولت اون جایی که باید کود رو در اختیار بذاره دولت اون جایی که باید ماشین آلات در اختیار بذاره دولت اون جایی که بذر باید در اختیار هر کاری که دولت باید انج... زمین رو باید تجهیز بکنه آبیاری قطره ای رو باید سامان بده صدها رو به پا بکنه برای اینکه آبها رو تعمین بکنه اونجایی که دولت باید وارد شده، دولت وارد شده، دولت داره تلاش میکنه کاری که دولت در این چند سال انجام داده برای احیاء زمینهای کشاورزی و آماده سازی و تجهیز زمین کمتر سابقه داره چهارصد هزار هکتار رو تا امروز ما آماده کردیم حدود سیصد هزار هکتار در خوزستان و ایلام حدود هفتاد و هفت هزار هکتار در غرب کشور که البته ادامه داره پنجا هزار هکتار دیگه انشالله به دنبالش خواهد آمد چلوشیش هزار هکتار در سیستان و بلوچستان کار عظیم و بزرگی انجام گرفته در حال جنگ اقتصادی هم ما ترهای توسعی خودمون رو ادامه میدیم هیچ طرح توسعه مهم رو ما متوقف نکردیم امید مردم هم از بین نرفته همه خارج نشینان و کانال های ضد انقلاب بفهمن امسال متقاضی برای گرفتن جواز در فعالیت صنعتی ما سی و درصد در این شیش ماه از پارسال بیشتر شده پس مردم امید دارن امید دارن به کار که میاد مجوز میگیره برای فعالیت اقتصادی کشاورز ما امید داره دولت هم در کنار کشاورز دولت هم در کنار صنعتگر دولت هم در کنار صادر کننده است در کنار وارد کننده است همه اونهایی که دلسوز ملتن و دارن برای ملت تلاش میکنن دولت اولا برای قیمت تضمینی گندم دیروز تصمیم مهمی رو اتخاذ کرد و اعلام کرد ما روزی که میخواستیم دولت شروع بکنیم یعنی در سال 92 اوایل سال قیمت گندم 400 تومان بوده کیلویی خب این آمده شده 700 تومان شده 1000 تومان شده 1000, 1000 خورده ای شده 2000 تومان و امروز شده 4000 تومان قیمت تضمینی ده برابر شده برای چی برای خودکفایی برای اینکه روپای خودمون بایسیم، برای اینکه کشاورز ما بدون دولت پشتیبان اوست وقتی قیمت گندم رو از کشاورز می ما برای اینکه پول پرداخت بکنیم حالا یه قسطی اول پرداخت می یه قسطی دو مرتبه آخر پاییز یه قسط گاهی ب... نه... ج... 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 تا اوایل زمستان امروز به بلا فاصله که گندم می خریم. پول رو داریم پرداخت می الان الان تمام اقساط گندم چند درصد بقیه پول ها رو ما پرداخت کردیم کمک دولت هم قیمت تضمینی است هم آماده کردن وسایل و نهاده های مورد نیاز هست و هم به موقع پرداخت کردن پول این کمک دولت نهادها ها هم دولت علا رقم مشکلات بانک مرکزی ما در شش ماهه امسال چهار میلیارد دلار ارز 4200 تومانی رو پرداخت کرده. توی مدت و بعد هم ادامه داره. علاوه اینکه اینقدر به ما فشار آوردن که اونا فکر میکردن ما دیگه صادرات ما متوقف میشه، واردات ما متوقف میشه. الحمدلله حرکتی که الان شروع شده در بسیاری از تولیدات صنعتی امروز رشد قابل ملاحظه داریم. تو فولادش، تو پتروشیمیش، تو خودروش همین امروز آماری که وزارت سمت اعلام کرد در خودروسازی میگه 18 درصد در لوازم خانگی میگه 42 درصد در شمش آلومینیوم میگه 50 درصد در فولاد خام میگه 8 درصد در سیمان میگه 15 درصد همش تو این 6 ماه رشد نسبت به پارسال علی رغم اینکه ما کرونا داشتیم میبایس همه اینا پایین میآمد معلوم مردم ما دارن فداکاری میکنن مردم ما حس میکنن علا رقم کرونا علا رقم مشکلات میدونن ما در یک جنگ در برابر یک قلدریم، یک زورگو هستیم یک قلدری که به حرف هیچ که گوش نمیکنه شما در این حوادث این یک ماه اخیر دیدید همه دنیا مخالفت کردن اون بازم قلدری کرد الحمدلله مل خودش هم فهمید موفق نشده بعد از اینکه این همه تبلیغات و این همه پیشنویس و این همه سازمان و این همه بالا پایین و هی از واشنگتن آمدن نیویورک از نیویورک رفتن واشنگتن و برگشتن تهش آمدن دو تا آدم و دو تا شرکت رو تحریم کردن این شد نتیجه کار این پنج شش ماهی که این همه بالا پایین می‌کردن پس ما امروز میتونیم و آماده ایم برای اینکه در این جنگ به موفقیت برسیم البته همیشه گفتیم ما آغازگر این جنگ نبودیم ما در جنگ تحمیلی آغازگر نبودیم در این جنگ هم ما آغازگر نبودیم ما در اون جنگ ایستادیم و پیروز شدیم در این جنگ هم ایستادیم و انشالله پیروز میشیم و دولت هم امکانات لازم رو در بخش اقتصادی برای حل موانع تولید که الان معاون اول مسئول شده برای موانع تولید که مشکلاتی که هست رفع بکنه برای تصفیه حساب تسهیلات ارزی که شرکت ها گرفتن ما راه رو باز کردیم هر شرکتی که تسهیلات ارزی گرفته چه از صندوق توسعه چه از بانک ها میتونه بیاد با ریال تصفیه بکنه یعنی مشکلات مردم هم همواره مد نظر ما بوده و برای اونها راحل در نظر گرفتیم امیدوارم انشاءالله خداوند ما رو در این جنگ هم که یک امتحان بزرگ به پیروزی و موفقیت بزرگ برسونه به روح بلند امام درود میفرستیم به روح همه شهیدانمون همه خانواده های عزیز براشون آرزوی صبر می کنیم جانبازان براشون آرزوی شفا می کنیم و آزادگان براشون آرزوی توفیق می کنیم انشاءالله امیدواریم ما بتونیم ادامه دهنده راه رزمندگان ما شهدای ما باشیم و خداوند هم انشاءالله پیروزی نهایی رو نصیب ما کنه که بلرن سرن الله من ینسروه انشاالله کسی که در راه خدا برمیداره قدم برمیداره پیروزی الهی رو هم خواهد دید و سلام علیکم و رحمت الله و رحمت.